فصل 24 رو. با اینکه من خودم مادر نبودم، ولی چیزهایی در مورد مادر بودن دستگیرم شده بود. هر کاری میکردی احتمالاً اشتباه بود. اگر سنگ دل باشی، بی توجه و یا غافل به روح و روان کودکی که در کنار توست آسیب میرسانی. اما اگر دلسوز و مهربان باشی و فداکار و به خاطر کوچکترین موفقیتی که به دست میارن تشویقشون کنی، مثلا بیرون اومدن از تخت خواب سر وقت و یا نکشیدن سیگار، آنها را به شکل دیگه‌ای به تباهی میکشونید و نابود میکنید. فهمیدم که وقتی آدم یک پدر و یا مادر بالفعل باشد، تمام این موارد شامل حالش میشه. وقتی نون کسی امیدی و ازش مراقبت میکنی، انتظار داری که اختیارش هم دست تو باشه، ولی هرگز چنین چیزی نیست. با دانستن تمام اینها، روز تعطیلم لیلی رو سوار ماشین کردم و گفتم برای نهار بیرون میریم. به خودم گفتم اگه همه چیز بد پیش رفت، حداقل دو نفری اون رو به دوش میکشیم. از اونجا که لیلی همه حواسش به گوشی تلفنش بود و در تمام طول مسیر آهنگوش میداد، 40 دقیقه طول کشید تا نگاهی به بیرون پنجره بندازه. وقتی از جلو یک تابلو عبور کردیم اخم کرد، گفت این راه خونه مامان بابات نیست؟ گفتم آره میدونم. گفت کجا داریم میریم؟ گفتم بهت که گفتم نهار. وقتی اونقدر به من خیره شد که بپذیرد قرار نیست توضیح دهم، کمی چپ بیرون رو نگاه کرد، گفت خدای من، گاهی وقتا آدم رو بد کفری میکنی. حدود نیم ساعت بعد کنار هتلی با دیوارهای آجری قرمز که در پارکی به مساحت 10,000 متر مربع و در فاصله 20 دقیقه‌ای جنوب آکسفورد احداث شده بود ایستادم. پیش خودم اینطور فکر کرده بودم که ممکنه در یک قلمرو بی‌طرف کارها بهتر پیش بره. لیلی پیاده شد و در ماشین رو با چنان شدتی بست که پیغامش رو به من رسوند. اینکه اعصابش همچنان خورده توجهی نکردم. رژ لب زدم و به سمت رستوران به راه افتادم. گذاشتم لیلی پشت سرم بیاد. خانم ترینر پشت میزی نشسته بود. وقتی لیلی او رو دید قرقری کرد و گفت وای چرا باید دوباره اینو ببینیم؟ خانم ترینر ایستاد و با دست پاچگی گفت لیلی. مشخص بود که آرایشگاه رفته و مثل گذشته موهاش رو به زیبایی کوتاه کرده و سشوار کشیده. کمی هم آرایش داشت و این دو چیز دست به دست هم داده بودند تا دوباره شبیه خانم ترینر سابق بشه. متین، کسی که میفهمید ظاهر اگرچه همه چیز نیست، ولی حداقل زیربنای خیلی چیز هاست. گفتم سلام خانم ترینر. لیلی زیر لب گفت سلام، بدون اینکه دست بده روی صندلی کنار من نشست. خانم ترینر که متوجه همه چیز شده بود لبخند کمرنگی زد، نشست و پیش خدمت را صدا زد. همینطور که دستمال سفته را روی پاش میگذاشت گفت این رستوران یکی از رستورانهای مورد علاقه پدرت بود. موقعی که به زور میتونستم رازیش کنم از لندن بیاد بیرون، اینجا همدیگر رو میدیدیم. رستوران ستاره داره. به لیست غذاها نگاه کردم. کوفته ماهی با خمیر صدف و شاه میگو، سینه اردک دودی با کلمپیچ ایتالیایی و کاسکوس اسرائیلی. امیدوار بودم خانم ترینر که این رستوران رو پیشنهاد داده خودشم هزینش رو بپردازه. لیلی بیان که سرش رو از روی منو بلند کنه گفت یکم پر زرق و برقه. نگاهی به خانم ترینر انداختم. گفت ویل هم دقیقا همینو میگفت، ولی خیلی خوبه، فکر کنم من بلدرچین بخورم. لیلی گفت من ماهی سالمان میخورم. و لیست غذای جلد چرمی رو بست. به منوی پیش روم خیره شدم. حتی اسماشونم به نظرم عجیب غریب بود. روتابگاه چی بود؟ راویولی مغز استخون و رازیانه آبی جهنمی؟ اصلا اینا چی هستن؟ مونده بودم که
آیا میتونم یک ساندویچ بخورم یا نه، که پیشخدمت کنارم ظاهر شد. گفت: آماده سفارش دادن هستید؟ ساکت موندم تا بقیه سفارششونو بدن. ناگهان اسمی توی منو به چشمم خورد که به نظرم آشنا بود. وقتی پاریس بودم اسمش رو شنیده بودم. گفتم: یه جادوبوف کنفیت لطفاً. گفت: حتما مادام، با کوفته ایتالیایی و مارچوبه؟ پیش خودم گفتم حتما گوشت گوساله است و میتونم بخورمش. موقعی که منتظر پیش غذامون بودیم کمی از این ور اون ور حرف زدیم. به خانم ترینر گفتم که در فرودگاه کار میکنم و برای ارتقای شغلی مرا در نظر دارند، و طوری این حرف رو زدم که به جای تقاضای کمک مثل یک انتخاب مثبت شغلی به نظر بیاد. براش تعریف کردم که لیلی کاری پیدا کرده، و وقتی خانم ترینر شنید که لیلی چی کار میکنه، اونطوری که نگرانش بودم جا نخورد. فقط سری تکون داد، گفت: به نظر بسیار عاقلانه است. کثیف شدن دست آدم وقتی که داره کاری رو انجام میده به هیچ وجه مایه خجالت نیست. لیلی قرص و محکم گفت: هیچ آینده شغلی نداره مگه اینکه رفتن پشت صندوق رو پیشرفت حساب کنی. خانم ترینر گفت: خب بسته بندی روزنامه هم آینده ای نداشت، ولی پدرت قبل از تموم کردن مدرسه 2 سال این کار رو می کرد. اشتغال به اینجور کارها باعث میشه آدم کم کم را بیفته. من گفتم: مردم همیشه به این چیزا نیاز دارند. خانم ترینر گفت: واقعا نیاز دارن؟ کمی تعجب کرده بود. سر و صدای میز کناری توجهمون رو جلب کرد. 2 مرد با جار و جنجال بسیار خانم پیری از اقوامشون رو روی صندلی میشوندند. گفتم: ما آلبومتون رو گرفتیم. گفت: اوه گرفتید؟ مونده بودم که به دستتون رسیده یا نه. شما دوستش داشتید؟ لیلی نگاه هم کرد و چشماش برقی زد. گفت: آیلی بود، ممنون. خانم ترینر جرعه ای آب نوشید. گفت: میخواستم اون چهره ویلو بهتون نشون بدم. گاهی احساس میکنم اتفاقاتی که در جریان مرگش افتاد روی کل زندگی سایه انداخت. فقط میخواستم بهتون نشون بدم که اون بیش از یه فلج ویلچر نشین بود، بیش از نحوه مرگش. سکوت کوتاهی برقرار شد. لیلی تکرار کرد: خوب بود، ممنون. غذامونو آوردن. لیلی دوباره ساکت شد. پیش خدمت ها مثل فضول ها این بر اون ور می پلکیدند. هر وقت لیوان آب 1 سانتی متری خالی می شد اونا سری پر می کردند. یه سبد نون آوردن. کمی بعد اونو بردن و دوباره 5 دقیقه بعد برگردوندند. رستوران پر از آدم هایی مثل خانم ترینر بود. خوش لباس، خوش صحبت، شیک و پیک. آدم هایی که این غذاها براشون یک نهار معمولی محسوب می شد. خانم ترینر چیزهایی از خانوادم پرسید و به گرمی از پدرم حرف زد. گفت: خیلی خوب توی قلعه کار می کرد. گفتم: دوری از اونجا باید براتون سخت و عجیب باشه خانم ترینر. بعد به خودم لرزیدم. فکر کردم شاید نباید چنین حرفی می زدم. ولی خانم ترینر به دستمال سفره پیش روش خیره شد. به حالت موافقت سری تکون داد و گفت: هست. لبخندش رنگ باخته بود. بعد کمی آب نوشید. در طول پیش غذا مکالمه به همین شکل پیش رفت. سالمون دودی برای لیلی، سالاد برای من و خانم ترینر. گفتگومون مثل کسی که در حال یادگیری رانندگیه گاهی خاموش می شد و بعد از وقفه کوتاه دوباره از سر گرفته می شد. وقتی دیدم پیش خدمت با غذای اصلی نزدیک میشه نفس راحتی کشیدم. اما همین که بشقابم را پیش روم گذاشت لبخندم محو شد. به هیچ وجه شبیه گوشت گوساله نبود، بلکه به قطعات گرد قهوه‌ای رنگ و لزجی شبیه بود که در سس غلیظ قهوه‌ای رنگی غوطه‌ور بود. به پیش خدمت گفتم: ببخشید، من گوشت گوساله سفارش دادم. نگاه خیرش رو روی من نگه داشت. گفت: این گوشت گوساله است مادام؟ هر دو به بشقاب خیره شدیم. گفت: مگه سفارشتون جدوبوف نبود؟ گوشت گونه گوساله. گفتم: گونه گوساله؟
هر دو به بشقابم خیره شدیم. معدم تو هم پیچیده بود. گفتم او بله البته گونه گوساله ممنونم. گوشت گونه گوساله؟ جرأت نکردم بپرسم گونه راسته یا چپ. مطمئن نبودم کدوم بدتره. به خانم ترینر لبخند زدم. کمی از کوفته ایتالیایی خوردم. غذامون رو در سکوت نسبی خوردیم. به نظر می اومد موضوعات من و خانم ترینر برای حرف زدن تموم شده. لیلی کم حرف می زد و وقتی چیزی می گفت حرفش تند و تیز بود. انگار داشت مادر بزرگش رو امتحان می کرد. با غذاش بازی می کرد. نوجوانی بود که خلاف میلش اون رو به نهاری بیش از حد تجملی با دو بزرگ سال کشونده بودند. من غذامو کم کم خوردم و سعی کردم به صدایی که یه ریز در گوشمی پیچید و می گفت داری گوشت گونه می خوری اعتنایی نکنم. بالاخره قهوه سفارش دادیم. وقتی پیش خدمت رفت خانم ترینل دستمال سفره رو در آورد. روی میز گذاشت گفت دیگه نمیتونم ادامه بدم. سر لیلی بالا اومد. به من نگاه کرد بعد به خانم ترینر. گفت غذا خیلی خوبه و دوست دارم درباره شغل شما دوتا بشنوم. ولی این واقعا ما رو به جایی نمیرسونه میرسونه؟ فکر کردم شاید میخواد بره. لیلی بیش از حد به اون سخت گرفته بود. شگفت زدگی رو در صورت لیلی دیدم. فهمیدم که اون هم همین فکر رو میکنه. ولی در عوض خانم ترینر فنجون و نلبکیش رو گوشه ای گذاشت و روی میز رو به جلو خم شد. گفت لیلی من اینجا نیومدم که به یه نهار تجملی تحت تاثیر قرارت بدم. اومدم بگم متاسفم. برام سخته که براتون توضیح بدم اون روزی که یک دفعه سر و کلتون پیدا شد من چه حالی داشتم. ولی اون ملاقات ناخوشایند تقصیر تو نبود و من میخوام به خاطر اینکه آشنا شدنت با خانواده پدرت اینقدر نامناسب بود ازت عذرخواهی کنم. پیش خدمت با قهوه نزدیک شد. خانم ترینر بدون اینکه برگرده دستشو بالا آورد و گفت میشه 2 دقیقه تنهامون بگذارید لطفاً. پیش خدمت سری با سینی برگشت. من بی حرکت نشسته بودم. خانم ترینر با صورتی گرفته و صدایی که عجله از اون مشهود بود نفسی کشید. گفت لیلی من پسرم رو از دست دادم، پدر تو رو، و در واقع شاید مدتی قبل از مرگش اون از دست داده بودم. مرگش تمام چیزهایی که زندگی من بر پایه اونها قرار داشت رو ازم گرفت. نقشم به عنوان یک مادر، خونوادم، شغلم، حتی ایمانم. راستشو بخوای حس می کردم توی چاله تاریکی افتادم. اما وقتی فهمیدم که اون دختر داره با من یه نوه دارم، این احساس رو در من ایجاد کرد که نه، من اون از دست ندادم. آب دهنش رو قورت داد و گفت نمیخوام بگم که تو نسبی از زندگی اون رو به من برگردوندی، چون در حق تو بی انصافی میشه. اینطور که من احساس میکنم تو خودت هستی، هویت خودتو داری. تو برای من فرد جدیدی رو آوردی که برام مهمه. لیلی امیدوارم که یک شانس دوباره به من بدی، چون خیلی دوستت دارم. نه، با تمام وجودم دوست دارم کنارم باشی. لو به من گفته که تو یه شخصیت خیلی قوی داری. خب پس این رو هم بدون که این ویژگی خانوادگی توه و اینکه شاید گاهی با هم شاخ به شاخ بشیم، همینطوری که من و پدرت گاهی شاخ به شاخ می شدیم. برای همین اگر دیدار امروزمون هیچ نتیجه ای نداشته باشه، میخوام که دست کم این حرفا رو بهت گفته باشم. دست لیلی رو توی دستش گرفت و گفت با تمام وجودم از دیدنت خوشحال شدم. تو با بودنت خیلی چیزا رو برام تغییر دادی. دختر من، عمه تو، ماه آینده برای دیدنت داره میاد. حالا هم میپرسه که آیا من و تو میتونیم گاهی بریم سیدنی پیشش؟ یه نامه ازش توی کیفم دارم که اونو برای تن فرستاده. صداش پایین اومد و گفت میدونم که ما نمیتونیم هیچ وقت جای پدرت رو برات پر کنیم. میدونم که نمیتونم. من خودم تازه دارم با مسائل کنار میام. نمیدونم، شاید نتونی برای مادر بزرگ مشکل دار توی قلبت جای باز کنی. لیلی به اون چشم دوخت و گفت
اما انتظار دارم حداقل تلاش بکنید. میکنی؟ وقتی جمله آخر رو میگفت صداش میلرزید. سکوتی طولانی برقرار شد. صدای تپش قلبم رو توی گوشم میشنیدم. لیلی به من نگاه کرد. پس از لحظاتی که انگار یک قرن میگذشت برگشت و دوباره به خانم ترینر زل زد. گفت: شما دوست دارید بیام پیشتون زندگی کنم؟ خانم ترینر گفت: اگر خودت دلت میخواد من که خیلی دوست دارم. کی میتونی بیای؟ این زن را هر وقت دیده بودم خیشتندار و آرام بود، اما در اون لحظه صورت کامیلا ترینر شکسته و به هم ریخته به نظر می رسید. دست دیگرش روی میز جلو آمد. لیلی بعد از لحظه ای تردید دستش را جلو برد و دستانش را گرفت. انگشتانشان روی رومیزی سفید میز در هم گره خورد. به بازمانده های یک کشتی شکست شبیه بودند. چند نفری که شیک و پیک در میز اطراف نشسته بودند به ما خیره شدند. گارسون ها هم سینی به دست اطراف ایستاده بودند و نمی دانستند که چه زمانی جلو بیایند. خانم ترینر گفت: من فردا میارمش. توی پارکینگ ایستاده بودیم. لیلی هم کنار اتومبیل خانم ترینر این پا و اون پا می کرد. من گفتم: مطمئن نید؟ نمی دانستم که واقعا کدام یک رو مخاطب قرار دادم. من آگاه بودم که این صمیمیت و دوستی جدید می تواند آسیب پذیر باشد. اوضاع چقدر راحت می تونست بحرانی بشه. لیلی با صدای بلند گفت: لو، یک شنبه ها من کاری ندارم. پسرموی سمیر میاد در مغازه واسه کمک. با اینکه لیلی شاد بود ولی ترک کردن اونها برام غیر عادی بود. میخواستم بهش بگم سیگار نکش و فحش هم نده و یا جمله میخوای یک روز دیگه برم رو تکرار نکن، ولی لیلی دستی برام تکون داد و روی صندلی جلوی اتومبیل گلف خانم ترینر نشست. حتی سرش رو بر نگردون که نگاه هم کنه. اوضاع دیگه از کنترل من خارج شده بود. خانم ترینر هم برگشت تا سوار اتومبیلش بشه. گفتم: خانم ترینر، میتونم چیزی ازتون بپرسم؟ ایستاد و گفت: بهتره که دیگه اسممو صدا کنی. کامیلا، غیر از اینه ما الان با هم دوستیم. گفتم: کامیلا، شما با مادر لیلی صحبت کردین؟ گفت: اوه بله، حرف زدم. خم شد تا یه علف کوچیک رو از گوشه‌ای برداره. گفت: بهش گفتم امیدوارم در آینده زیاد لیلی رو ببینم و اینکه کاملا متوجهم که در نگاهش من مادری نمونه نیستم، ولی هیچ کدوممون در این نقش ایدئال نبودیم و انصاف حکم میکنه برای یک بارم که شده خوشحالی بچهش رو بر خوشحالی خودش مقدم بدونه. آروارم منقبض شده بود. وقتی تونستم حرف بزنم گفتم: انصاف حکم میکنه. جمله عاقلانه‌ایه. کمرش رو صاف کرد و گفت: نسبتاً. نه؟ نشانه کمرنگی از شیطنت در چشمانش درخشید. گفت: بله خب، من از تانی هافتون میلر هیچ ترسی ندارم. فکر کنم من و لیلی بتونیم خیلی خوب با هم کنار بیایم. میخواستم به سمت ماشینم برگردم، ولی این بار خانم ترینل جلومو گرفت. گفت: متشکرم لویسا. با دستش بازوم رو لمس کرد. گفتم: من که کاری نکردم. گفت: کردی. خیلی خوب میدونم که برای چیزای زیادی باید ازت تشکر کنم. گاهی اوقات امیدوارم بتونم برای جبرانم که شده یک کاری برات بکنم. گفتم: اوه نیازی نیست، من مشکلی ندارم. با چشمانش چشمانم رو کاوید. لبخند کوچیکی زد.
توجه هم به رژ لبش جلب شد که چقدر بی نقص بود. گفتم خب فردا بهتون زنگ میزنم تا برای برگردوندن لیلی باهاتون هماهنگ کنم. خانم ترینر کیفش رو زیر بغلش گرفت و به سمت ماشینش رفت که لیلی اونجا منتظر نشسته بود. رفتن ماشین گلف رو تماشا کردم و بعد به سم زنگ زدم.